خبرگزاری حکومتی فارس که زیر نظر نهادهای امنیتی نظام ولایت فقیه اداره و خدهی می شود طی گزارشی تحت عنوان سرنوشت سه مرجع تقلیدی که مقابل امام خمینی ایستادند به تکرار دروغها و اتهامات ساخته و پرداخته محافل امنیتی علیه مراجع مستقل پرداخته است به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید تازگی خبرگزاری فارس که نهادهای امنیتی ایران آن را تأمین بودجه و سیاست گذاری می گزارشی منتشر کرده تحت عنوان سرنوشت سه مرجع تقلیدی که مقابل امام خمینی استادند. در این گزارش دروغ ها و اتهامات محافل امنیتی علیه مراجع تقلید مستقل تکرار شده و روایت مجعول و دروغینی از مخالفت های مراجع ازام تقلید حضرات آیات ازام حسین علی منتظری سید محمد کازم شریعت مداری و سید محمد شیرازی با نظام ولایت فقیه تهیه و انتشار پیدا کرده است. این اولین باری نیست که نهادهای خبری و تبلیغی نظام ولایت فقیه علیه مراجع مستقل اعم از درگذشته و نیز مراجع زنده دروغ پردازی می کنند و به نظر می رسد درست هنگامی که یکی از مراجع مستقل و مردمی به بیان انتقاداتی علیه رفتار حاکمان نظام می پردازد این نهادهای معمور مجددا نهاد مرجعیت مستقل و مردمی که هم در مقابل ظلم حاکمان بوده را مورد حجم قرار می دهند. این بار نیز بیانات روشنگرانه حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در جمع مبلغین در آستانه ماه مبارک رمضان و انعکاس گسترده آن در رسانه ها موجب شد که رسانه حکومتی فارس دروغ پردازی های گذشته خود را بازنشر نماید. در حالی که نظام ولایت فقیه خود را برآمده از روحانیت و اسلام میداند تحمل انتقادات ناسهانه روحانیون و مراجع تقلید را هم نداشته و آنها را محکوم به حصر حبس و تزیقات فراوان نموده تا جایی که بر اثر بیماری و عدم دسترسی به پزشک متخصص و امکانات درمانی در حصر خانگی از دنیا رفتند اما گویا حتی پس از مرگ نیز از حجمه ها و دروغ پردازی ها در امان نیستند. با اینکه بسیاری از این تشکیک ها در کتب و مقالات مفصلی از جمله کتاب اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب نوشته دکتر محسن کدیبر که برای مطالعه عموم روی سایت ایشان نیز موجود است پاسخ داده شده به ذکر یک نمونه از این اتهامات می‌پردازیم. موضع مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی درباره جنگ ایران و عراق فارغ از آغازگر این جنگ هشت ساله نه تنها الله سید محمد شیرازی بلکه بسیاری از روحانیون بلند پایه و علما و مراجع مستقل از نظام های ایران و عراق جنگ و خونریزی میان دو کشور مسلمان با اکثریت شیعه را حرام می دانستند. مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی جنگ ایران و عراق را تا مرحله دفاعی مجاز و مشروع دانسته و از زمانی که جنگ وارد مرحله تهاجم به خاک عراق شد آن را غیر شرعی دانستند. آن مرجع فقید به ویژه پس از پیشنهاد عراق برای آتش بس اصرار مقامات ایران برای تداوم جنگ را نادرست و برادر کشی قلم داد کردن. مخصوصا آنکه اخبار موثق از جانب عراق حکایت داشت که صدام صد اکثرا از مناطق شیعه نشین عراق سربازگیری می کرد و اکثر کشته های ارتش عراق از شیعیان این کشور بودند. موضع حق این دسته از علما هنگامی بیشتر برای مردم ایران و عراق اثبات شد که نه دیکتاتور بعثی و نه حاکمان نظام ولایت فقیه هیچ کدام به اهداف رویا پردازانه خود در جنگ هشت سال دست نیافتند و حاصل این نبرد بی حاصل جز میلیون ها کشته از دو سوی نبرد و برباد رفتن سرمایه های دو کشور نبود. آن هم با شیوه نبردی که بعدا محسن رضایی با قربانی کردن هزاران جوان ایرانی بخشی از آن را عملیات فریب خواند. مرحوم آیت الله الازما سید محمد شیرازی اما به دلیل انتقادات به شیوه حکمرانی نظام ولایت فقیه سالها در حصر و تزیق به سر بود و نهایتا برخلاف احکام سریح اسلام اجازه ندادند در محل مورد وسیعت دفن شود و همچنین از برپایی مراسم تشیع و تدفین در شعن یک مرجع تقلید نیز برای ایشان ممانعت شد سعید بهاری اخبار شیه.